سلام، اینها پیام های صوتی هست که برای جمهوری بیخدایان فرستاده شده. اگه شما هم میخواین که پیام صوتی شما رو پخش بکنیم، از لینک توی دیسکریپشن یا توی کپشن ویدیو هامون استفاده کنید و پیام خودتون رو برای ما بفرستین و ما رو کانال یوتیوبمون و شاید جاهای دیگه پخش بکنیم. برنامه میخواستم بگم که مثل اون برنامه که آقای کنگر رو دعوت کردی، اگه از آقای طاهری و امیر طاهری و تغییر زدن دعوت کنی خیلی خوبه. این دوتا کسایی هم که به نظر من جا داشتی اون 8 نفر هم باشن، احتمالا به خاطر مخالفت یه سری از اونا که توی برنامه هم گفتی، برنامه آخر خود آقای پهلوی هم توییت کرده بود اسم این دوتا رو قرار ندادن، مخصوصا آقای طاهری که خیلی هم طرفدار داره. میتونی ویدیوهاش تو یوتیوب ببینی، همشون جزو تو هر کانالی که رفته، با هر شبکه‌ای که مصاحبه کرده، صحبتاش جزو پربیننده ترین ویدیوهای اون کانال بوده. جان سلام، چطوری؟ خوبی؟ آرمین جان، بعد از مزاحمت عزیزم، اون نموداری که تو نشون میدادی که آزاد فارسی هم داشت عربده میکشید اونجا، خودت که میدونی خودت اول اومدین آمار گمان رو کردی، اون نمودار مشارکت جمعی هم است تو این داستان بر اساس رأی گیری که اگر قرار باشد که چه کسایی تو این به اصطلاح شورا وجود داشته باشن، کیا رو شما داشت؟ شما یه پایین تر از اون یه نمودار انفرادی وجود داشت، اگه خاطرت باشه، نمودار انفرادی خودت اصلا نشون دادی، خودت گفتین چرا مهمه، من یادت نیست تو اونجا رضا پهلوی 40 خورده مابقی زیر 10% هم کاش که همون موقع میفهمیدید به اون آزاد میگفتی که اونقدر هوار نمیکشید اونجا، خیلی هم خیال میکنه که بارشه، اینو کاش بهت نشون میده. قربونت برم، بازم ممنون، دمت هم گرم واسه برنامه. سلام آرمان جان، خوبی؟ من میخواستم یه مطلبی رو بهت بگم، اینه که یه برنامه بذارید سفت رضا پهلوی رو نقدش کنید. یک، چه کارهایی انجام داده، چه کارهای اقتصادی انجام داده، یعنی روزیشو از کجا در آورده این 44 ساله. دوم، در مورد اون بازدیدی که با یکی از همین فکر کنم نوه خمینی بود، حالا اون موقع من کوچیک بودم، خب یه بازدیدی تو دوران خاتمی با نوه خمینی داشت، آقا برید اینو نقدش کنید، برای چی بازدید داشت؟ از کجا معلوم که همین الان هم دوباره از همون بازدیدها انجام نده؟ این به نگاه کن، مسئله بزرگیه. از کجا معلوم که رضا پهلوی همین الان اصلا با خود آخوندها نبسته باشه؟ من چیزی که مد نظرم هست و چیزی که دوست دارم بهش بپردازید اینه که آقا نگاه، ما چه بخوایم چه نخوایم، آره رضا پهلوی درست ظرفیت بزرگی داره چون شناخته شده هست، ولی به نظر من اگر که ریگی به کفشش نبود خودش به این نتیجه میرسید که آقا من شاید دید سیاسی داشته باشم، سواد سیاسی داشته باشم، ولی آقا من ارزش سیاسی ندارم، من میرم کنار به عنوان یه اهرم کمک میکنم، مثلا بخوام مذاکره بکنم با کشورهای غربی مذاکره میکنم، ولی آقا بقیه بیان جای منو بگیرن. آزاد فارسانی غر میزنه که چرا رضا پهلوی فراخوان نمیده، فراخوان بدید دیگه، بیاید کف خیابون کشته شید. بعد از اون برم داره ورور میکنه که چرا مردم دارن کف خیابون کشته میشن، رضا پهلوی کاری نمیکنه. مردک، تو تکلیفت با خودت معلوم نیست، یه کف خیابون ببینیم چند چی کاره ای، بعد از تو لونت تو جای گرم و نرمت برای مردم تعیین تکلیف کنی که ای با. آرمین جان سلام، ببخشید یکم طولانیه، گوش بده خواهشم. این که میگی رضا پهلوی بعد نمیدونه از مردم از داخل ایران بیان بهش فیدبک بدن، فیدبک رو دادن به اندازه کافی دادن، اینا الان یه گروهی تشکیل دادن اونم گروه همبستگی، این گروه باید الان یک کار عملی انجام بده، بدن مردم داخل ایران میخوانشون یا نمیخوانشون، یه فراخوان بدن، بدون فراخوان هم انقلاب انقلاب نمیشه، مگه خمینی
مردم میخواستنش که فراخوان میداد، انقدر فراخوان داد 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 تا مردم بالاخره انقلاب کردن. شاهزاده رضا پهلوی هم باید این کارو بکنه. چرا همش مخالفت میکنی؟ فقط ساز مخالف میزنی. مخالفت خوبه ولی خیلی کور شدی، انقدر دیگه کور شدی که فکر میکنی نظر خودت از همه نظرها بهتره. نه، شاهزاده رضا پهلوی باید فراخوان بده. بنزی کافی هم فیدبک از داخل ایران گرفته و الان وقتش که کار عملی انجام بده تا به مردم بیان پشتش، بتونن این انقلابو ثمر برسونن. الان شما از موقعی که دیگه اعتراضات خوابیده تا الان ببین چند نفر اومدن گرفتن اعدام کردن، الانم گیر دادن به مجاهد کورکور میخوان اعدامش کنن. این اعدام ها انقدر اتفاق میفته تا کسایی که یکم تخم دارن از بین میرن، اونایی هم که تخم ندارن میمونن. باید این اتفاق بیفته و مطمئن باش صدای مردم ایران همینه. من از داخل ایران دارم اینو میگم. ببین، من خودم نمیدونم که آیا آقای رضا پهلوی باید فراخوان بده یا نه، من مطمئن نیستم. بعد برام جالبه که به من میگی کور شدم، در صورتی که من دارم ادعا میکنم که یه چیزی رو نمیدونم و تو طول برنامه هم چندین بار نشون دادم که نظرم رو درباره موضوعی که بقیه میگن میتونم عوض بکنم یا حداقل به موضوع خودم شک بکنم. فکر نکنم اونقدر که تو داری میگی کور شدم، برای اینکه دارم حرف شما رو گوش میکنم، حرف بقیه رو گوش میکنم، دارم سعی میکنم نظرم رو ببینم میتونم عوض بکنم یا نه. بعدم بالاخره بله، میگی که فکر میکنی نظرت از همه دیگه بهتره. خب اگه اینجوریه پس چرا وقتی نقد میشه، حالا شاید هم راست میگی، شاید من باید بیشتر دقت بکنم، ولی من چندی بار حواسم خودم بود که سعی کنم تو برنامه با توجه به چیزایی که میشنوم نظرم عوض بکنم، ولی الان ببین خودت جوری که صحبت میکنی داری میگی که باید اینجوری باشه، باید این کار کنه. یعنی یه ذره اون قطعیتی که داری، اون تضمینی که داری، اون چیزی به نظر میسه که شاید تو احتیاج داری که یه مقدار شکاکانه تر صحبت بکنی و نظرهای مخالفم در نظر بگیری. یعنی اون نقدی رو که الان تو داری به من وارد میکنی، احتمالا فکر کنم خودت هم یه ذره باید حواست باشه که شاید کور شدی و نظرهای مختلف آیا گوش میکنی و میذاری که روی ذهن تاثیر بذاره یا نه. درود به شما آرمین جان و همگی دوستان در جمهوری بی خدایان. صحبتم در مورد دقایق پایانی اون برنامه هستش که در خصوص صحبت های آقای مشتبه واحدی در مورد توییت رضای پهلوی صحبت کردیم. مشخصا میخوام به جنگ این دیالوگ شما برم که نتایج و در واقع آثار کمپین وکالت رو قیاسی کردی با خود ائتلاف. این پیش‌فرض به کنار که قطعا روحی و انگیزه مضاعف میده داد به شاهزاده رضا پهلوی کمپین وکالت، من این رو در واقع مورد بحث من نیست، ولی اینکه شما گفتی یک عده‌ای میآیند میگویند که اون کمپین وکالت کمپین بدی بود ولی کار کرده، ولی از این طرف میبینی ائتلاف داره به یک در واقع از هم پاشیدگی می انجامه. این خیلی خیلی اشتباه دیگه. من با این مثال این رو به شما میگم، شاهزاده رضا پهلوی رو تصور بکنید که نیاز داره همورش دست بزنن و این باعث افزایش انگیزه و روحیش بشه برای اینکه کاری رو انجام بده. این یک ورزشکاری میمونه که دوپینگ بکنه، با دوپینگ بره المپیک، بعد تو المپیک برینه گه بزنه، یه دونه بازیش هم نتونه ببره. خب این که شما بیا یک نتیجه جزئی رو این وسط که دوپینگ باعث رفتن این ورزشکار به المپیک شد رو بکشی بیرون و با این استدلال بکنی که پس دوپینگ به ماهو و یک در واقع امر مطلوب است و آثار در واقع خوبی داشته است، این بسیار غلطه دیگه. این کاملا غلطه. شاهزاده رضا پهلوی به هیچ عنوان شفاف صحبت نمی کنه، کلیر کات نیست، مرزها رو شفاف مشخص نمی کنه و شاید پس از ذهن خودش فکر میکنه که این در واقع باعث وحدته داره میشه، این داره باعث میشه که جنگ و دعوا نباشه، من فراجنایی هستم، فراسیاسی هستم، از مریخ اومدم مثلا. ولی خب حقیقت اینه که در واقع این بیشتر داره افترا رو بهش دامن میزنه. چرا؟ چون وقتی که شما موضع رو مشخص نمی کنی، از اون طرف پادشاهی تو رو به عنوان پادشاه آینده ایران با پتک میزنه تو سر اون جمهوری خواهی. جمهوری خواهی استناد میکنه به صحبتی که شما کرده بودی و گفته بودی من جمهوری خواهم، با این میره به جنگ و میبینی این دو دستگی و حتی چند دستگی اتفاقا داره با این شفاف نبودنه و این ابهامه صورت میگیره. صحبت کردی آرمین جان در مورد اینکه رضای پهلوی، خب خیلی ها تازه آشنا شدن بعد از این کمپین وکالت با اینکه چه صحبت هایی در سالیان گذشته داشته، دانشی دارد، علمی دارد. خب اینجا می دابل استاندارد داری دیگه تا آرمین جان. وقتی که صحبت شد میلاد یک کسی رو، یک در واقع خاطرم نیست دقیق مثال زد، یک شخص نبود، فکر می‌کنم یک گروهی بود،
و در واقع صحبتش راجع به این بود که اینها یه چیزهایی رو بهتر از شاهزاده رضا پهلوی یه چیزهایی رو بهتر از اون بلدن که انجام بدن، شما یک استقلالی آوردی گفتی ولی نتونستن پاپیولار بشن، همین بسش. خب و شاهزاده رضا پهلوی هم پس چه میکرد که تا قبل از اینکه مردم بخوام بسش دست بزنن، تا قبل از اینکه بخوام بهش وکالت بدن، نتونست پاپیولار بشه؟ تنها چیزی که شاهزاده رضا پهلوی ازش داره سود میبره نون نیست که، حالا این نون خوردن واقعا به معنای مالی هم منظورم نیست، منظورم این است که اینها همه ماحصل این هستش که ایشون پسر محمد رضا شاه پهلوی است، چیزی جز این نیست. وگرنه اگر ایشون به صرف اون دانش قبلی خودشون، اون صحبت هایی که در سالیان پیش کرده بودند با علم و دانش بسیار، اگر صرفا با اون پیش زمینه می اومدن و می گفتن به من وکالت بدهید، احدی اصلا ایشون رو میشناخت که بخواد بهش وکالت بده؟ نه، نمیشناخت. چرا؟ چون نتونسته بود پاپیولار بشه. حالا اونجا اینجوری، اینجا اینجوری نمیشه دیگه، این یه دابل استاندارده. آرمین عزیز، من کوتاه میکنم صحبتم رو، محدودیت وایس 5 دقیقه است، کاش بیشتر بود، نکات بیشتری هم داشتم. مرسی همگی عزیزان. سلام آرمین جان، حالت خوبه؟ سلامتی؟ آقا بابت تمام برنامه‌ای که می‌ذارید واقعا ممنونم، بابت وقتی که می‌ذارید و اولاً اطلاعاتی که می‌دید به همه. یه درخواست داشتم بابت دونیت کردن، شما فقط از طریق یوتیوب دونیت‌ها رو می‌پذیرید، اگه میشه شما حتماً یه آدرس کیف پول، حالا ارزهای دیجیتال اینا یا رمز ارز هم حتماً بذارید، مخصوصاً تتر که بتونید ما هم استفاده بکنیم. ممنون. ممنون از حمایتتون. بله، لینک کیف پولای رمزارزمون برای دونیت کردن برای حمایت زیر ویدیوهامون همیشه هست، یه لینک هست که شما رو میبره به یه وب پیج که اونجا همه کیف پولامون رو داره. ممنون بازم از حمایت شما.